فاو جان سلام خدمت شما بیننده عزیز. در رسم مباحث رسانه اجتماعی هفته روز جهانی مهاجرین، بحث‌های مدو ساختن روند خرید فروش سلان از آمریکایی‌ها، رگیری در بریتانیا و برای جدایی از اتحادیه اروپا قرار دارد. 20 جون روز جهانی مهاجرین بود. هشتگ رفیجی دی یا روز پناهندگان در رسانه اجتماعی دیده می‌شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمایت از پناهجویان و مهاجرین با ایراد نظریات چون واکنش نشان دادند. در این میان آمار مهاجرین در جهان به شمول افغان‌ها در صفحه فیسبوک صدای آمریکا و گالری عکس‌ها در ارتباط با زندگی مهاجرین در وبسایت صدای آمریکا پربیننده بود و بین کاربران رسانه اجتماعی هم شریک شده. کنگره آمریکا شاهد تحسن اعضای حزب دموکرات مجلس نمایندگان به خاطر تصویب لایحه جدید در مورد محدود کردن خرید و فروش سلاح در آمریکا بود. در ارتباط اعضای کنگره و افراد طرفداری لایحه با هشتگ ویژه میلیون ها پست کردند. هشتگ دیگر گن کنترل نیز با ارتباط تصمیم کنگره بر لایحه محدود ساختن سلاح در شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس گسترده داشت. کیت آلسن عضو مسلمان کنگره آمریکا در صفحه فیسبوک خود یادداشت مادرش گذاشته که بهش گفته که تا لایحه تصویب نشد در کنگره با تحسن خود ادامه بده. بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رسانه‌های اجتماعی در میان سایر موضوعات جهانی دیده میشد که هشتگ بری اگزیت یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و ایو رفراندوم میلیون ها بار توییت شده و طرفداران و مخالفین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مورد اظهار نظر کردند. هشتگ دیگر رای باقی ماندن در ارتباط با همپرسی در بریتانیا برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا با سخنرانی ها و پست های ویژه از طرف شخصیت های سرشناس بریتانیا در تویتر هم و در فیسبوک دیده می شد. دیوید بکهم ستاره فوتبال و مسئول وجه مالی برای یونیسف در بخش کودکان در پست صفحه فیسبوک خود خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا هم رد کرده. کاربران شبکه انستاگرام به 400 میلیون رسید. مارک زکربرگ با در فیسبوک خود با گذاشتن عکس خود در چوکات انستاگرام از عزیزان اینستاگرام تشکری کرده، اما بحث دیگر در ارتباط با عکس زکربرگ در رسانه‌های اجتماعی است که لپتاپ زکربرگ کامره و میکروفونش با تیپ بسته شده که افراد با واکنش در مورد گفتن که همه باید مثل وای برای محرم نگه داشتن زندگیشان کامره لپتاپ خود بسته کنند. علاقمندان فوتبال در هفته با تماشای مسابقات فوتبال جام اروپا در شبکه‌های اجتماعی با طرفداری از تیم‌های دلخواهشان واکنش زیاد نشان دادند و ستاره فوتبال رونالدو در فیسبوک خود استفاده از اپلیکیشن نایک ساکر یا فوتبال نایک تاکید کرده که میتونه بر آنها آرامش روحی بده. و فردا در برنامه کاروان از تلویزیون آشنا آخرین اخبار و معلومات جالب تکنولوژی را تماشا کنین و در بخش رسانه اجتماعی آخرین گزارش های جالب تکنولوژی را من براتون پیشکش میکنم. بیننده برنامه کاروان و میزبانی دو صدیقی هم باشید.